خانم ها و آقایان سلام عرض میکنم، امیدوارم حالتون خوب باشه، انشالله که خوب و خوش و خرم و سلامت و تندرست هستید. من ارادتمند شما ستار دلدار، معمولا از شمال کالیفرنیا هستم اما امروز در جنوب کالیفرنیا هستم و تلویزیون ملی پارس در خدمت شما عزیزان و ناظرین ها هستم. حضور من در لس آنجلس به دلیل در واقع وقوع یک خبر، یک اتفاق غم انگیز بود و اون درگذشت یک شخصیت، حقیقتش بتون بگم ماندنی در تاریخ وسایل ارتباط جمعی مملکتمون، یک شخصیتی که در واقع به ندرت تو مملکت ما پیدا میشه. تعداد این آدم ها واقعا کم. من حضور بینندگان عزیز از شاید که 56 ساله تو کار رادیو، تلویزیون، روزنامه و اینجور مسائل هستم. 56 سال خیلیه و من تو این کار مدیر خوب کم دیدم. به طور واقعا استثنایی شما میتونید تو این کار با مدیر خوب روبرو بشید. ژورنالیست خوب هست، نویسنده خوب هست، گوینده خوب هست و دلتون بخواد، ولی مدیری که بتونه این آدمایی مثل ما رو که خیلی در واقع مدعی هم هستیم، چون این دوربین اعجاز میکنه، این دوربین اولین کاری که میکنه شما رو مغرور میکنه، فکر میکنید با بقیه آدما فرق میکنید، بنابراین کسی که باشه بتونه اینا رو جمع جور بکنه و با نزاکت هرچه تمامتر از نظر حرفه‌ای یه نظمی رو در این کار به وجود بیاره کمن آدما، باور کنید کمن. و یکی از بزرگترین شما از دست دادیم، آقای مهندس رضا قطبی. من رابطه زیادی با آقای قطبی نداشتم حقیقتش تا سالهای آخر. من دانشجو بودم تلویزیون و به دلیل خامی و بی تجربگی، من یادم میاد یه نشریه داشتیم در واقع بولتن روز هفتگی یا ماهانه بود، حالا خاطرم نیست، میگفتن توی شما نوشته هر کس انتقادی داره کارمنده تو این بولتن بنویسه و من خام برداشتم میشه اول انتقادم اینه که ما همه گرسنه ایم سر زور، صف طویل جلوی سرویس غذاخوری، سرف سرویس هست، بعد مثلا آقای قطبی میاد میره سر صف و میسه غذا میگیره. خب خیلی بد بود، من نمیدونستم که آقا گفته انتقاد، ما فکرم انتقاد دیگه. آقای قطبی تو دلش گفتش که این بچه پررو تازه اومده از دانشکده به من میگه که مدیر عاملم میگه که جلوی صف نرو غذا بگیر. خب بنابراین هیچ وقت من آقای قطبی من هیچ وقت خوش نزدیک نشدم، اونم از دور که منو میدید سلامم به زور جواب میداد، ولی که من دیدم این شخصیت رو، این شخصیت رو من دیدم که بعدها خب من سردبیر خبر تلویزیون ملی ایران شدم، بعد مدیر رادیو تهران شدم و من این شخصیت از نزدیک حسش کردم. یکی از حسنای مهندس قطبی این که جوونا رو میدون میداد. مثلا فکر من 27 سالم بود مدیر اخبار تلویزیون رادیو تلویزیون خوزستان شدم، مدیر سردبیر خبر تلویزیون ملی ایران شدم 28 سالگی، 29 سالگی مدیر رادیو تهران شدم بعد از آقای سعید آقای مقامی. خب اینا پوانایی بود که آقای قطبی میداد به جوونا. دور وریاشم تمام آدمای تحصیل کرده با اتیکت، از نظر بین‌المللی چهره‌های فوق‌العاده سرشناس، به طوری که مثلا رهبریت مدیریت نمیدونم کنفدراسیون رادیو تلویزیون های آسیا دست یک کشور جهان سومی مثل ما بود، چون آدمایی که در تلویزیون ملی ایران چهرهای بین المللی بودن برای جهانیان قابل احترام بودن. چهرهای دیگه ای بودن در پشت دوربین و میکروفون که مردم عاشق اینا بودن. یه تحول این آقا به وجود آورد و دوروریاش، از جمله کسی که الان پلومنه آقای جناب آقای فریدون توفیقیه، یکی از قدیمی ترین افرادی که در تلویزیون ملی ایران بود. جناب فریدون توفیقی سلام عرض کردم. سلام از بنده، درود بر شما، فدات بشم، خیلی خوشحال شدم واقعا، دارم میگم توی این فرصت که روز بدیه برای ما که رئیسمون فوت کرد، ولی که دیدن شما فوق العاده
اثرگذار بود از نظر روحیه دادن. جناب توفیقی، چون یکی از عزیزانمونم خودتون میدونید، میخوام بعدن صحبت کنم، یه کوتاه بفرمایید در مهندس قطبی تا با اتفاق اون عزیزمون ادامه بدیم. آقای قطبی، هم شما اشاره فرمودید، واقعا نسبت به کارمندا و بچه‌ها طوری رفتار میکردن که اصلا آدم حس نمیکرد که این مدیره و بسیار افتاده، بسیار به قول قدیمی ها، من تو برنامه گفتم، مردمی بود آقای مهندس رضا قطبی. من اولین بار، هنوز رادیو تهران ادغام نشده بود، یک روز زنگ زدن به من که شما بیاین کانال، اون موقع ثابت پاسال بود اونجا میشستن، تلویزیون نیومده بود این بر، خانم فولادوند منچشی بودن، من رفتم. خلاصه کنم خدمتون، آقای قطبی اشاره کردن به من که این گزارش هایی که تو از اردوی رامسر میگیری اینا فوق‌العاده است، با چی میری رامسر؟ گفتم خب ایران پیما. گفت یعنی چی؟ مگه رادیو اتومبیل نداره؟ گفتم چه، رادیو آنچنان اتومبیل زیاد نداره که. ولی بعد باور کنید به من گفتن که من دلم میخواد اون موقع آقای مصطفی گلاور واحد سیار اردو رادیو رامسر، جناب دکتر محمودی میدونن، آقای قطبی نامه نوشتن به من دادن، گفتن اینو بدین به آقای دکتر محمودی. بعد گلاور به من گفت چیکاره؟ گفتن که شما دو تا برنامه ضبط کنیم برای تلویزیون. باور کنید بخوام بگم، خیلی سوال از من کرد، از من پرسید که وضع حقوقی چطوره. من گفتم آقای مهندس ببخشید، من میرزا بنویس که نیستم پنج بازار دفتر ببندم برم. کار ما کار ذوقی هنری، اگر ما مدیری داشته باشیم که این کار بشناسه، هرگز گرفتار مالی پیش نمیاد. عشق. بعد بلند شد خدا شاهده، بعد نیم ساعت سه رو که اون حرف زد با من، در ساعت رو بود چیکر، گفت خیلی خوشبختم که من با جوانایی مثل شما میخوام کار کنم. حالا جناب آقای فریدون توفیقی، مهندس قطبی تنها نبود. بله، من بله، به شرافت هم قسم بله، بکنم. درسته. تنها مهندس قطبی نبود. بله. یکی میگه که چهره های جوان و مطلع و باسواد و آگاه و انسان دوست دنبالش بودن، دور و برش بودن. یکی از اونا به خدا به شرافت هم قسم نابه، دکتر محمود کامبیز محمود، معاون سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران. واقعا انسان با شخصیت آگاه و مطلع بود. الان خوشبختم که به اطلاع تماشاگران عزیز برسونم خانم ها و آقایان، جناب آقای دکتر کامبیز محمودی، معاون سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران، الان رو خط هستن. آقای دکتر سلام عرض کردم قربان. سلام خدمت شما جناب ستار و همچنین فریدون عزیز توفیقی. خیلی خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم و از این مطالبی که راجع به آقای قطبی فرمودید که بی‌نهایت درست و بیش از این باید گفت. بدون چه راجع به من گفتی خیلی محبت رو من کردید. شما مثل همه به همکاراتون احترام میذارید و من هم دست شما رو میفشارم به دایل اون تیل هست سخت ها که مزدید حتما نیستم. نه به خدا هستید. واقعا هستید. بله بفرمایید. خواهش میکنم. بله چه بگویم که ناگفتنش بهتر است به احترام. خبر بسیار تلخ بدی بود، خیلی خبر تلخی بود. من با اینکه در ارتباط بودم با آقای قطبی و سالی چندی با صحبت میکردیم، یه گاهی میدیدیم هم دیگره، مثلا زمانی که در آمریکا تشریف داشتم مرتب هم دیگره میدیدیم، نمیدونستم که خسارتی دارن که اینقدر شدیده و میتواند در این مدت کوتاهی فقیه روز بسازید. برای من هم بسیار خبر نه تنها تأسف و که برای همه بوده شکان بود واقعا. یعنی من خب همسر خودم رو نزدیک های چند سال پیش از دست دادم، همچنین برادر رو، ولی باور کنید که اون شوکی که به من رفتن قرچوی داد، اونها به این شکل نداده بودن، اونها رو باور داشتم، کسالت داشتم، میدونستم که سخت براشون زندگی. ولی قرچوی به من وقتی این خبر شنیده مثلا باور رو نمیشد. باور کنید من نمیدونم چه بگم راجه به قرچوی. مطالبی دارم که اگه نمیدونم فرصت چقدر دارید که داریم داریم در خدمت تو هستیم، چون امروز دیگه صحبت فرصت نیست، شاید این آخرین فرصتیه که ما بتونیم یه چیزی به ثبت در تاریخ بکنیم. این روزیه که ما باید ببینید. جناب دکتر محمودی، من معذرت میخوام وسط کلامتون، فرمودید در مورد وقت مردم، فریدون توفیقی یه چیزی قشنگ به من گفت امروز آقای دکتر، این که بعضی ها
من دیدم بعد از این انقلاب بیرحمانه، غیر منصفانه، واقعا غیر انسانی، بدون اینکه این شخصیت بشناسن، تهمت‌های ناجوری زدن. و آقای توفیقی گفتم خاطرت هست مردم چی کار کردن؟ بعضی البته مردم که نه، ما که واقعا دیدیم این شخصیت رو، بدیم چه انسان بزرگی بودی. گفتم آقای توفیقی دیدی؟ آقای توفیقی جمله قشنگ گفت. چی گفتید؟ گفتم اونایی که این چیزها رو می‌نویسن، ببخشید بیشترشون مثلا تو اون سازمانی که به هر حال دوست می‌داشت در همه کارا دخالت کنه، چون آقای قطبی به اونا زیاد راه نمی‌داد. آره. این بود که سعی کردن کینه و عداوت دشمنی شخصی داشتن، در حالی که آقای قطبی واقعا خدمتگزار بود، خدمت ارزنده‌ای کرد. جناب دکتر محمودی خب معاون ایشون بودن، بهتر از من می‌دونن چقدر این بزرگوار تلاش کرد. ما در تمام استان‌ها فرستنده داشتیم، پوشش تلویزیونی تمام ایران گرفت و برنامه‌هایی که خب هر شخصیت‌های در کنار آقای مهندس رضا قطبی بودن، از جمله آقای دکتر محمودی زنده یاد، عبدالله پیمان، خیلی از شخصیت‌ها که واقعا ببینید تلویزیون معاونین زیادی داشتن، آقای دکتر جانبانی بودن یه زمانی، بله آقای محمودی جعفریان، آقای محمودی جعفریان بودن، آدم‌ها چهره‌ای مثل مشخصی مثل آقای فرازبند بودن، ایرج گرگی بود، ولی که دکتر محمودی یه چهره بین‌المللی بود، بله بله، یه چهره جهانی بود، بله. و دنیای ببین ما تو تلویزیون و اینا آدمای جوونی بودیم، مملکت جوونی بود، کشور گردن کلفتی مثل مثلا ژاپن و تو آسیا دارم میگم، اینا یا تو اروپا، فرانسه، انگلیس، یا تو آمریکا، ایالات متحده آمریکا قول بودن. بعد دکتر محمودی واقعا مورد قبول بود. آیا دکتر فرمودی تایم دارید؟ آره وقت داریم، بفرمایید. ما سر تا پا گوش منتظر شنیدن فرمایشات جناب علی هستیم. عزیزم خیلی محبت کردی، من لازم نبود که راجع به من صحبت کنی، امروز روز قطبیه. من میخوام مطالبی رو بگم که اتفاقا توفیقی خیلی چیمیم دوستانه شاید بگم ازش قبول کرد. آره راست میگی، در مملکت ما خب هست، همه دنیای گرفتاری ها هست، کشورهای جهان سوم بیشتر داره، کسی آدم نمیتونم ببینم کسی رو خدمت میکنه، کار میکنه، درسته همه رو بهشون اتهاماتی میزنن. ما در اونجا قطبی با اینکه خب مقام چامتی داشت و خدماتش مشخصه به کارمندان تلویزیون را رسیزون همه میدونم، کسی بعد از انقلاب نبود یک چهره مثل قطبی که هیچی از کارمندان سازمان را رسیزون علیه اون چیزی نگفتن، هیچ وقت من نشنیدم. بسیاری سازمان دیگری این کارا رو کردن با مدیرانشون، حالا به حق یا به ناحق. قطبی کارهایی کرد که اکثر کارمندان ما مطلع نبودن که چه میکنه قطبی و نمیخواد هیچ وقت اینا گفته بشه، و اگر ایشون در حیات بود من الان هم نمیگفتم اینا رو. قطبی در گرفتاریایی که داشت با دستگاه امنیتی کشور بود، این دستگاه البته خب بر مملکت لازم بود، همه کشورها دارن، اما دخالت در اموری که در کار اونا نبود یا به دلیل رقابت ها به حسادت ها پرونده ها به قول خودشون دوسیه چه میدونم چیزای علیه افراد درست کردن، برای قطبی بی نهایت از این کارها انجام شد. و بسیاری از افرادی مثل خود شما، خود شما های خودتون حالتون نیست که چقدر دستور توقیف بعضی از شما ها ریایی که به زندان انداختتون که چندی بار اتفاق افتاد در چند مورد اینا داده میشد، به قطبی بی اعتنان مقابل همینا میستاد، میز را نمیگفت به شما یا به من که چه داره میکنه. و حتی دو بار آقای قطبی استعفا داد از دستگاه، از طریق نخست وزیر گاهی، از طریق آقای علف که معاون وزارت دربار بود، به خود شاه مملکت و حرفاشی میزد، میگفت من با این شکل نمیتونم کار بکنم، برای اینکه وسیله ایست که باید همه چهرهها همه عقاید درش باشه، نه حرفای توهین‌آمیز، نه کارهای خطرناک، ولی اون چیزی که من در دنیا مرسومه ما باید اجازه بدیم خطری نداره این کار. و شاید اگر به حرفای قطبی پنج سال شیش سال قبل از این آقای پنجاه‌خط گوش داده بودند و این کار ادامه پیدا کرده بود، نمیگم ما تحولاتی در مملکت نمیداشتیم، مسئله بین‌المللی بود، مسئله کسالت شاه بود، ولی این چه که امروز اتفاق افتاد اتفاق مطلقای این اتفاق نمیافتاد. برسات قطبی یک چهره بسیار مشخص بود، من تنها با قطبی کار نکردم، من سالها خب در ایران بودم، در فرهنگ هنر بودم، مدت کوتاهی
در اونجا فرض کنید من که مسئولیت های بوده من میذاشت هیچگاه دخالتی از کار من نمیکرد. من اگه خودم گزارش نمیدادم و مشکلاتی باش مطرح نمیکردم هیچ از اون نمیپرسید. این یکی از کارهای بسیار نادر در ایرانه که قبول بکنه شما کسی ده که کارمند ده که بهش اختیاراتی بدی این کارها رو بکنه و بعد دچار زحمتش نکنی. هیچگاه قطبی مسئولیت هایی که هیچگاه خودش انجام نداده بود بگردن میگرفه نمیذاشت به عهده افراد بیفته. در خبر مشکلاتی پیش میومد، در برنامه پیش میومد، در برنامه حتی شرگرد کننده مثل اکتاپوس که شما در برنامه داشتی در جای هست و هست نمیدونم برنامه متعدد دیگری به هیچ وقت نمیگذاشت قطبی که این افراد مورد تجاوز و حمله دستگاه قرار بگیرن. خودش را بجرو میکرد تا جایی که تا استعفا از شغلش میداد که مواد صدمه بینا بخوره. این از ویژگی های این مرد بود و کسانی که در مورد ایشان من بله من دیدم چند نفری که اینا افرادی بودن که حالا اصلا لازمیش باشون صحبت کنم این مطالب بودن که ارزش این ندارن که راجب اونا صحبت کنیم. درست. این شخص نادری بود واقعا همطور که میگید هر کی از دست میره هر کی در این دنیا نیست پشت سرش معمولا حرف خوب میزنن حالا بعدش هم ممکن حرفهای بد بزنن ولی قطبی من این حرفها رو سوگند یاد میکنم که الان قطبی در اینجا نیست نه رئیس من الان نه کاری برای من میتونه بکنه نه من کاری میتونم برای او بکنم. باور بکنید که من که از نزدیک 12 سال با هم دیگه همکار بودیم و بعد سالهای بعد بعد از انقلاب اونچه شما نمیدونید این است که بعد از این دوران انقلاب منحوس که یک سال و نیم قطبی رو ندیدم من ایشون سختی ها داشت در ایران تا تونست بیاد بیرون ما چندین کار بزرگ تبلیغاتی از خارج مملکت پیش از اینکه بقیه گروه ها این کار رو بکنن بدونی که شما اصلا شنیده باشید اسم و دست ما در ایران انجام دادیم و اینها رو در زمانی از مصر انجام میدادیم و اولین رادیویی که به سوی ایران شروع کرد برنامه پخش کردن شاید 3-4 ماه بعد از خودش ها برنامه بود که آقای قطبی از من خواست که من رفتم قاهره و با هم این کاری کردیم و این کار ادامه پیدا کرد تا سالهای بعد البته امروز رسانه‌های بسیاری پیدا شده بسیار قدیمی‌تر هست رادیو هست تلویزیون هست ماهواره هست اون زمان نبود خود شما ها خدمات بسیار بسیار ارزنده انجام دادید و میدید الان ولی در اون زمان قطبی شما که کارمند سازمان رادیو تلویزیون بودید و علاقه‌مند بودید شما حتی نمیدونید که چه کرد قطبی در این دوران و هیچ نخواست اعتبار بگیره کردیتی بگیره صحبتی ازش بشود به من اگر زنده بود اجازه نداشتم این حرفها رو بزنم نه نه دکتر آقای دکتر یه چیز جالب به شما بگم. خب اولا خوشبختم که امروز ما در جایی هستیم که مهندس شجره خودش تلویزیونیه که این تلویزیون پارس مؤسسش مهندس شجره است که در گسترش شبکه خب خیلی فعال بود مهندس. خوشحالم که از رادیوی که شما ساختید آقای قطبی ساختن فریدون توفیقی اینجاست و خوشحالم که به هر حال خودم هستم که از خبر تلویزیونی که با شما آقای قطبی و شما مرحوم جعفریان و بقیه با اسبانی شدن من اینجا حضور دارم. آقای دکتر یه چیز عجیب و غریب من به شما بگم به همین دلیل به بعضی ها میگم من پیغمبرم به من ایمان بیارید. روز جمعه این صحبت که شما کردید گفتید که آقای قطبی بعضی وقت مسائل امنیتی برای کارمندا به وجود میومد گرفتاری بدونی که ما بدونیم آقای قطبی پشت سر ما میساد. من یه داستان روز جمعه همین چند روز پیش تعریف کردم که چه اتفاقی برای من افتاد. من حالا الان میخوام این تیکر رو پخش کنم 3 دقیقه است که من فیلمبردار برای شاپور غلامرضا نفرستادم و چه بلای سر من اومد چه اتفاقی افتاد. موقع مسئول خبر نه مسئول که نه سردبیر خبر آقای مسئول آقای حمید اوجی بود مدیر خبر آقای حمید اوجی بود. من چه اتفاقی برای من افتاد و آقای قطبی که اول از دست من خیلی عصبانی بود که چرا من فیلمبردار رو از شاپور غلامرضا نفرستادم و بعد وقتی منطق من دید چجور چه پشت سر من افتاد ایستاد خود اینو بس 5 جمعه گفتم کپیشم برای قطبی فرستادم همین جمعه آقای خانم فولادوند اتای خانم فولادوند گفته خوششون اومده تکسشون رو دارم توی تلفن و هر خاطره دیگه از تلویزیون داری خودت هم نبودی این بار نبودی بفرست با آقای قطبی میخواد ببینه. این تیکر شما روز جمعه در تایید حرف شما
اتفاقی برای من خود من نظر امنیتی افتاد، گفتم سه روز قبل از اینکه آقای قطبی فوت کنه با هم دیگه میشتبیم. نگاه کنید، یه نکته رو من اینجا خدمتتون عرض میکنم دوستان گرامی. من از شماها خواهش میکنم، تمنا میکنم به هم تهمت نزنید، به همم در واقع قضاوت نکنید. یه چیز جالب، من یه خاطره جالب کوتاه بگم بعد برسیم به قسمت بعدی. یه روزی من مسئول خبر تلویزیون ملی ایران بودم، یک مراسمی بود هر هفته هر سال برگزار میشد به نام مراسم باغ سبا. یه سری ژورنال ها تیمسارهای اونجا بودن، زندگی میکردن، جشن و شادی و خواننده میومد تلویزیون هم پخش میشد. این اواخر دیگه نمیشد. چرا؟ چون مثل که رئیس هیئت امنای این باغ سبا شاپور قرامرضا بود. ما 4 تا گروه فیلمبردار داشتیم در تلویزیون ملی ایران که مراسم مختلف در یه روز باز میرفتن میگرفتن. خب هر روز میومدن میگفتن، یه لیستی برای من میوردن که چه مراسمی هست برای فردا، و من به عنوان سردبیر خبر تلویزیون ملی ایران انتخاب میکردم که این بره اینجا، این گروه این بره اینجا، این بره اینجا، این هم بره اینجا. نگاه کردم دیدم که اون روز این مراسم باغ سبا از نظر خبری، چون تشریفاتی بود، جایی نداره. اون خبرهای دیگه مهمتر بود، مثلا میخواستن واکسن نمیدونم وبا بزنن، نمیدونم یه چیزای مهمتری بود. من نفرستادم فیلمبردار رو باغ سبا. هر روز سه‌شنبه با جلسه خبر داشتیم، اتفاقا این برنامه رو دوشنبه بود. سه‌شنبه صبح دیدم که مرحوم جعفریان معاون سیاسی تلویزیون تلفن زد که چیکار کردی دلدار؟ گفتم چیه؟ گفت آقای قطبی خیلی عصبانیه، مدیر عامل تلویزیون ملی ایران. ما رفتیم تو اون جلسه، آقای قطبی گفتش که چرا شما برای شاپور غلامرضا فیلمبرداری نفرستید، برای این تیمسارا باغ سبا؟ و من گفتم که به این دلیل که مسائل خبری دیگه مهمتر بود تا جشن والا از شاپور غلامرضا و تیمسارا و اینا. یکی الان من نمیخوام اسمشونو ببرن چون فوت کردن، یکی مدیران شبکه که در واقع مدیر خود منم بود چون من شبکه یک بودم، به من گفتش که جلوی همه گفتش که در درجه اول توی مملکت خاندان جلیل سلطنت اولویت بر هر خبری داره. و یه جمله ناجوری گفت و خیلی تکون خوردم. گفت آقای ستار دلدار، شما یا حماقت کردید این کار کردید یا خیانت کردید. من نه حماقت کردم به نظر خودم، نه خیانت کردم، واقعا ترسیدم. آقای قطبی مدیر عامل سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران یه دفعه هم اخماش تو هم رفت، رو کرد به اون مدیر شبکه و گفتیش آقا فهمیدی چی گفتی؟ گفت یعنی چی جناب آقای قطبی؟ چی گفتم؟ گفت شما گفتید که این ستاره دلدار یا حماقت کرده یا خیانت کرده. اگر حماقت کرده که شما این انتخابش کردی سردبیر خبریش کردی، ایراد به خودتون وارده. اگر میگید خیانت کرده، الان موقع تیمسار بود، تیمسار صحرایی مدیر انتظامات و حفاظت تلویزیون بود، و اگر مطمئنید خیانت کرده، من الان زنگ بزنم تیمسار صحرایی بیاد اینه بذاره این گوشه دیوار تیربارونش کنه. آقایون خواهش میکنم از بکار بردن این کلمات خودداری کنید، خیلی ناجوره. و منم این تجربه رو داشتم و آقای رفت نفسم راحت شد که مدیر عامل سازمان که اول اون عصبانی بود که چرا من فیلمبردار برای شاپور غلامرضا نفرستادم، حالا اومده از من حمایت میکنه. چون دید واقعا خب من یه استدلالی داشتم، حالا استدلال من باز استدلال مدیر شبکه فرق میکرد. حالا ممکنه بگن آقا تو استدلال مهمی، استدلال ما مهمه، تو هر چی ما میگی با خب یه چیزی بود. خب آقای دکتر محمودی، تایید حرف شما بود.
خواهش میکنم. بعد گوش دادم، خیلی گوش دادم، بسیار جالب بود و درست درست گفتی، همینطور بودی. خودمی هم که مردی بود و بسیاری از این کارها مشکلاتی پیش میومد، نه تنها برای رادیو و تلویزیون بلکه مرکز تماشا بگردونا و شگاهی گرفتار این مسائل میشد و شد. و اینا افرادی بودن مثل علامه‌زاده، اینا بچه های زحمت کشی بودن، در مدرسه تربیت شده بودن و اینا گاهی فدای توطئه هایی که در خارج علیه قطبی انجام میشد. یه آدم های هم در اینجا به اصلاح باید فلا باشن دیگه، ولی قطبی تا پای واقعا استعفای خودش به رفتن از کار کنار میستاد و تا هر جو بود حمایت میکرد به این کار. همین هم بوده میشد که شما میگید تعدادی افراد که بسیار افراد نادان کمی هم هستن علیه قطبی چه در اون دوران و چه در این زمان حرف میزدن. شد در اون زمان شما کمتر میشنید که در پشت پرده چه اتفاقاتی میفته، به کیا هستن که چنین کارهایی میکنن. ولی خب بدبختانه ما تعجب میکردن که چطوری چه صبر این مرد داره، چه علاقه به این سرزمین و این خاک داره. شما قطبی واقعا یک آدمی بود که ناسیونالیسم میگه نه به معنای بدش، بلکه به معنای کسی که این خاک شاید میپرستید بالاتر از هر چیزی، یا مثلا شاه و ملکه و افراد نبود. این سرزمین به تاریخ ایران و چه اطلاعات عمیق از تاریخ ایران داشت قطبی، با اینکه بیشتر تحصیلاتش یعنی همه تحصیلات عالیش در خارج از کشور بود به این فرصت پیدا کرد. شاهنامه رو من یادم است که مشهد که میرفتیم، چون در زمانشون باید شهرستان ها بتوانند همه نیازها و کارهاشون فوری انجام بشه، ایشون ترتیب داده بود که هر یک از ما، خود ایشون، مرحوم جعفرجان، من، فرازمن، گرگین، هر کدوم پدر یکی از مراکز یا چند تا از مرکز باشیم. زاهدان کرمان و مشهد مال من بود، البته در دوره عوض میشد. یادم است در اونجا در مشهد بودیم و در اونجا صحبت از جشن توس هنوز شروع نشده بود، باید به جشن توس رو کار میکردیم و من دیدم که قطبی از حفظ شاهنامه رو چنان در مستده که مربوط به اون صحبت این بودیم میخونه، من تعجب کردم. باریکالا واقعا تعجب کردم، چون من خودم به شاهنامه علاقمند بودم از بچگی، در خونه پدر شاهنامه خونده میشد. خب من زندگی بود و من اصلا باورم نشد که این شخص فرانسه درس خونده آمده درست بود و این شاهنامه رو چگونه حفظه بود. ادعا نداشت این قطبی، مرد بسیار بی ادعایی بود. این شاید بشه شفتی رگه بی مردان، مردی که همه کار کرد به هیچ ادعایی نداشت، به هیچ چیز برای خودش نخواست هیچ وقت. آقای دکتر محمودی، یه چیز قشنگ باز میگم، نکاتی درست میگید که من همش مدرک دارم. فرمودید که از پشتش شما حمایت میکرد با دستگاه امنیتی، با شاپور قرمزا و خاطر من. شما آقای قطبی آقا عصبانی شده با لگد شاپور قرمزا، شب دیده فیلمش پخش شده زده به تلویزیون و گفت به جون شما. خیلی آقای قطبی صبح خیلی عصبانی بود، ولی وقتی که من تو گیر افتادم و من واقعا منطق داشتم، در ریتمم با حسن نیت این کار کردم، فیلم بردار نفرستادم و یه دفعه اومد طرف من، یعنی یک دفاعی جانانه. یه چیز جالب جناب محمودی فرمودید، گفتید که ناسیونالیست نه به معنی بدش، قشنگ گفتید. این توی این دنیای جناب توفیقی، توی این دنیای مجازی می نویسن این توده ای وطن فروش. من وقتی که میخونم آقای توفیقی، من اصلا میمونم میگم اینا چی داره در میسن؟ قطبی توده ای وطن فروش بود؟ اصلا سابقه شنگاه میتونه همین حرف آقای دکتر محمودیه. این اول که اصلا تو دربار هم نبوده، چیزی هم نبوده، ناسیونال چیز بوده، عضو پانیرانیستا بوده، عضو پانیرانیستا بوده. اصلا دنیای پانیرانیست و کمونیست اصلا یه دنیای متفاوتیه. درست میفرمایید آقا. حالا اگه ممنون میشم جناب محمودی، از افتخارات رادیو تلویزیون از صحنه های بین المللی در زمان قطبی بگید، چون شما دیگه رأس این قضیه بودن. بله، حالا در اون زمان میدونید در دنیا امروز هم هست 4 تا سازمان های بین المللی رادیو تلویزیون تحت به اصطلاح منشور سازمان ملل متحد به وجود آمد. یکی سازمان رادیو تلویزیون های آسیا و منطقه اقیانوس آرام بود که استرالیا بود، یعنی از استرالیا شروع میشد تا کره شمالی، از ژاپن میرفت تا مصر و بعد از ایران شروع میشد، یا شور و شوروی جزء نبود، میرفتیم ما تا پایین ترین نقطه که ممکن بود
وقتا امیر امیرنشین بودن، نه مملکتی نبودن، این دوبه یا ابوظبی و کویت یعنی حرفا، این منطقه بزرگ از نظر جغرافیایی بزرگترین بود. بعد اتحادیه رادیو تلویزیون اروپا بود که اوروویژن بهش میگن یا یو ای ای، و بعد یکی کشورهای آفریقایی بود و یکی دیگر هم کشورهای کمونیست برای خودشون داشتن، یک چهارمی هم بود که کشورهای عرب، عرب استیت برودکاستینگ یونیون، یک کشورهای عرب بودش بودن. سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران تا وقت این به وجود آمده بودن در زمان رادیو سال آخر در هوای رادیو بوده، این کسی شد توجه نکرده بود و اهمیت چه نمیدونش و ایران عضو هیچ کدوم از این اتحادیه نبود و اعضای بنیانگذار اتحادیه رادیو تلویزیون آسیا عبارت بودن از ژاپن بود، مصر بود، عربستان سعودی بود، این دو سه کشور دیگه. به سالهای سال خزینه میکنم باید ژاپن میتوانش بده. وقتی تلویزیون ملی وجود آمد، اولین کاری که به من مأموریت داد آقای قطبی این است که بررسی کنیم اینا چی هستن اینا، چون مرحوم هویدا، یعنی هویدا یه برادر فریدون میگم، بله بله، سفیر بودن در یونایتد نیشن سازمان ملل متحد، در اونجا شنیده بودم که اسمی از ایران نیست و خاصو مأموریت داد شد به اولین شاور منم اتحادیه اروپایی جلسه در استانبول ترکیه داشت که من اعزام کرده آقای قطبی اونجا که ببینیم این چه هست اونجا، همه چیه رو اطلاع پیدا کنیم. برصورت ما اطلاع پیدا کردیم و بعد عضویت سازمانی که در منطقه ما بود بباش میگیریم، اون عضو سازمان ABU یعنی Asian Pacific Broadcasting Union شدیم و همچنین عضو با اینجا پیوسته بودیم، عضو وابسته رادیو تلویزیون اروپایی هم شدیم، هر میتوانش آدم عضو وابسته جای دیگه هم باشه. ما بسیار بسیار جامعه میگه از کشوره بودیم که خیلی خیلی تازه ما پیوسته بودیم به آسیا و در اینکه اینا همشون سابقه چندین ده ساله مثلا اروپایی ها داشتن. در اینجا یکی از کارهایی که آقای قطبی، من تعجب میکنم از این جوان، چون من هم تجربه هم بیشتر بودم، سنم از اون زمان که شروع کردیم، ایشون وقتی من معمولی کاتیر که برو تا آخرین روزی که من در سازمان رادیو تلویزیون بودم همیشه نماینده ایران در این اتحادیه بودم. هیچ اینکه هر سال یکی رو بفرستن یکی اون، حتی افراد زیادی با هم میرفتیم، نه که تنها من باشم، ولی این واقف بود که یک آدم با در دنیا بشناسنش. تا شما با اینا آشنا نباشید، با افرادی که شما، شما اگر بی بی سی گرفتاری باش داری که داشتیم یا دولت داشت، باید کسی که آشنایی نباشه بتونه باشون صحبت کنه. و این چیز آینده نگری، پیش بینی، نمیدونم ویژن بهش میگن به انگلیسی، این جهان بینی قطبی داشت که این کار بکنه. و من تا به این کار تونستم به نیابت از سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران، خب خودم هم کوشش کردم، چون بعد میاد به همکارانی که با من در اکثر این مجامع بودن، همکارای خودم بودن، زحمت کشیدیم و ایران شد یکی از بزرگترین اعضای همین سازمان اروپایی به وسیل آسیایی که آخرین شد اوجش بود. تو ما در اونجا بعد از ژاپن که بسیار خوب از نظر قدرت مالی و فنی و اینا بزرگ بود، ما بعد از ژاپن شدیم بزرگترین شبکه رادیو تلویزیونی منطقه و در دنیا همه تعجب میکردن که کشور ما خیلی شباهت از نظر توپوگرافیک و جغرافیایی به استرالیا شباهت داشت، یعنی کوههای بلند، صحراها، بله مشکل پراکنده، جمعیت پراکنده، مثل اروپا نبود که شما یه فرستنده بذارید تمام مملکت هلند یا سوئیس یا نمیدونم نسبت فرانسه رو زیر پوشش بگیرید. و چطور قطبی که تمام کارهای شبکه رو به گذر شبکه که جناب دوستمون در اونجا امیر آقای مهند شجره، امیر شجره شجره برای همین کاری شجره که در افراد مؤثر توسعه شبکه بود دیگه. درست. به این خواهد توانست در مدت کوتاه در اون زمان که ماهواره نبود از طریق ماکروویو، درسته، شما سیگنال شما حدود 120 کیلومتر اگر مانع گروش نباشه میره، در اونجا دیگه تموم میشه. شما از تهران که پخش بکنید حد اکثر 120 کیلومتر در جنوبش که کوه نبود میشد برید و در اونجا شما باید یه برج دیگه داشته باشید به این سیگنال بگیرید، مجددا رزه کنید و همینطور بکنید تا این برسه بشن به اهواز یا برسه به شیراز. صدها برج ما را در جمعه باشید که شجره بسیار خوب میتونید خودش این کارها کرده. به ما این کار قطبی انجام داد به ایران ده که یک حتی میگم استرالیایی بود، عظمت که یه قاره بود و مملکتی بود و قبل از ما به این کار پرداخته بود، روزی که ما یک شبکه مون شبکه اولمون 80% جمعیت کشور زیر پوشش داشت،
اونم جدیت پراگنده به شبکه دوم در حدود 50% و شبکه آموزشی و بین‌المللی اونا حدود 40-50%. نه ژاپن و نه استرالیا یک چنین قدرتی در کشورهای خودشون داشتن. با اینکه کشور ما بسیار از ژاپن بسیار بزرگتر بود، از استرالیا حتی کوچکتر بود، ولی به استرالیا حتی امروز در اصول نقاط هستم سیگنال تلویزیون ندارن، مگر دیگه مثل جایی که امروز هم در دورت دیش داشته باشن از طریق ماهواره بگیرن. این یکی از شاهکارهای بود که در اونجا انجام قطبی انجام داد. غیر از شخص قطبی مطمئن باشید که هیچ کس دیگه قدرت این کار نداشت. این چیزی نبود که بگیم از بالا دستور دادن یا شاه گفت. اصلا شاه نمیدونست، این مثلا نمیدونست که چون بگه یا نگه. این ناقصه بود واقعا. و اگر در زمان آقای قطبی این توسعه شبکه به این ارتباطات بین‌المللی ما به وجود نیامده بود، محال بود که این کسانی که الان برای ایران حکومت میکنن حتی امروز میتوانستن سیگنال ایران یا فرستادهای تهران رو به همه جای مملکت بفرستن، ولو اینکه ماهواره هم وجود داره و حتی اونا فکر نمیکردن مثلا میدونستن ماهواره چی هست و چیکار باید بکنن. بعد این خدمات قطبی کم نبود، غیر از حالا مشکلات و مسائلی که داشت خدمات زیاد در صحنه بین‌المللی. ما یکی از کشورهای مشخص بودیم در دنیا، نه تنها مشخص، متشخص هم بودیم در ذهن. صد درصد تو موافقم. آیه نکته هم جناب دکتر محمودی، شما حتما بهتر از من میدونین کشورهای حوزه منطقه خلیج فارس می اومدن در تلویزیون ایران دوره میدن، دوره کارآموزی. و من یک نکته بگم، پیمان و سنتو یه ارتباط چیزش قطع شده بود. خارجی ها گفته بودن دو ماه طول میکشه تا ما میتونیم ارتباط برقرار کنیم. مهندسین رادیو تلویزیون با هم جمع شدن و آقای قطبی گفتن ما یک هفته درست میکنیم. در عرض یک هفته خط را انداختن. اصلا اینا رو مردم نمیدونن که همین واقعیت قضیه اینه که من قشنگ یادم از اردن هاشمی اومده بودن دوره میدن در تلویزیون. این قشنگ من خودم اینو میدونم. ببین ما تلویزیون مثلا تلویزیون افغانستان خود من رفتم با مهندس فردنی اونجا ازن راه انداختیم و برنامه بهشون دادیم و یاد دادیم. و همچنین مرحوم جعفرجان رفت به اون زمان در همین یمن، چون یمن شمالی بود و یمن جنوبی در یمن شمالی که ما در اونجا بودیم، اون تلویزیون اونجا هم ما گذاشتیم. یعنی شما در یک کشوری که دیر از همه این منطقه صاحب یه همچین شبکه‌ای شده بود، امروز در این کشورها تلویزیون بذاشت. به قول شما، شما یادتون میاد که کارآموزان کشور افغانستان از یمن از همین امارات اغلب چقدر در تلویزیون میمودن و در مدرسه رادیو تلویزیون جنر بچه های ما مینشستن میآموختن و میرفتن و خودشون مرهون سازمان رادیو تلویزیون میدونستن در اون زمان، که من خوب میدونم مثلا جلالی مرهون، اونم مرهون شده است، ایشون رئیس تلویزیون رادیو افغانستان بود که بعد رئیس رادیو تلویزیون شد. ایشون در اونجا اینو با همکاراشون آمدن ایران و ما بعد که تلویزیون براشون گذاشتیم دوره کارآموزی مفصلی دیدن. و بعد ما در منطقه یک مقامی داشتیم، احترامی داشتیم، اصلا مهمتر، چون میشود با قدرت، با کار، با پشتکار، با زحمتی که شخصی مثل قطبی شما این داشته باشیم، ولی احترامی که ما برای ما شخصی مثل قطبی به وجود آورد این چیزی نیست که فقط بشه با پول یا با جورم گسترش شبکه داخلی به وجود شد. این ضوابط و روابط دیگری میخواد که همه اینا رو من قطبی که میگم به چند خودم دستی مقایسه میکنم، میگم یه جوان چطوری این نبوغ داشت این کار کرد. آقای دکتر یه چیز جالب بشه، شما که افغانستان رو گفتید، جناب آقای فریدون توفیقی اردن رو گفت و نمیدونم یمن شما فهم. من یه خاطره خدمتتون عرض بکنم از طرف بی بی سی لندن، حالا نمیدونم شما یادتونه یا نه، سال مثلا 56 از طرف بی بی سی لندن یک گروهی اومدن دو سه نفر تو خبر تلویزیون برای ما یک کلاس گذاشتن. این کلاسه نم حالا فریدون فرندوز هم بود، نم نادر صدی، همه بچه خبر بودن. آخر این جریان حالا همه بچه های خبر بودن، گفتن که به این کسی که مثلا این تو این کلاس خوب باشه یه بورس یه ماهه میده میان بی بی سی لندن. حالا تو این کلاس ما خوب بودیم، بورسه رو به من دادن.
من آقای دکتر رفتم بی سر آرزو آفری آقای دکتر میدونم از چون سعید قائم مقامی شد مدیر رادیو تهران گفتن که برگرد حالا گوش بده برات بینندگان از شما شاهد و زنده اید من رفتم بی بی سی لندن دیدم که اینا میخوان خب نوشتن و سین کردن فیلم و اینا رو خب اردو هم اونجا نشون داده بودن ما دیگه خب اون کلاسش هم مثلا من شاگرد اول شده دیگه بلد بودم بعد بود فنی بریدون شو میخواستن اون موقع نوارا یا توری یا این چی بود گنده اینه میخواستن ادیت کنن مثلا فکر کن یک چهارم ثانیه رو آقای دکتر میتونستن ادیت کنن چون دستگاهش قدیمی انگلیسی بود ما دستگاه آره مدر امپکس آمریکایی که ما جا. تا یک 25 ثانیه آقا با ادیت میکردیم یک 25 ثانیه وقتی اینا اومدن یاد من بدن ادیت اینا گفتم خب این که ما تو ایران با تا یه 25 شما یه شما یک چی میگم 25 ثانیه ما یک 25 ثانیه بعد اونجا آی دکتر خجالت کشیدن به جور آی دکتر محمودی به بیننده که الان باز میکنن معاون تولید تلویزیون ملی ایران معاون برنامه تولید تلویزیون ملی چهره بین المللی هم که به یاد آقای قطبی از ایشون دعوت کردیم اومدن اینجا آی دکتر به چون شما خجالت کشیدم 5-6 روز آی دکتر یادشه 5-6 روز زدن گفتن دیگه تو نمیخواد بیا چیزی نه چرتش خواستن نشون بده ما میگفتم ما دستگاهمون ادوانس تر پیشرفته تر درست میفهمید آی دکتر کاملا خوب یادم میاد میدونم بعضی و چون بی بی سی یکی بسیار قبله تلویزیون های دنیا بود از همه جای دنیا بی بی سی میرفتن کار آموزی میکردن و خب در اونجا با اتباطات هم داشتیم پیشنهاداتی که داده بودن من قبول کردیم افرادی برم ببینن و شاید مثلا چهس قطفی میدونست من وقتی میگفتم بودم این بچه هایی که برن اونجا چون اولا چیزهایی که اینا باش کار کردن این وسایل هیچ جای دنیا نداشتن از بچه ها از مدرسه ها این کار کردیم اینا چی اینا با خودت برم ببینم برگردن بیان اینا از خارجی نترسن چیز کار کنن ما آدم هم این جمله ایشونه برم ببینم نترسن برای این من میگم برم بلا دلیل دیگه نداشت که بدون میتونست ایشون که شما چیزی در اونجا نیست که نه مخته باشید آقای دکتر محمودی ایسق بینندگان عزیز خدمتتون هستم اول من میخوام یه درست روز اشکال نداره ما حالا زیاد مسلمون اهل عزاداری نیستیم ما بیشتر دلمون میخواد که از وجنات و خوبی های یه شخصی که در میونمون نیست به قشنگی و شادی یاد بکنیم بنابراین اشکال نداره که ما از اوقات یه چیزای جالب و خنده دار قرار نیست که من درست کلمات مشکی زدم ولی قرار نیست که من تو سر خودم بزنم داریم یاد یه مرد بزرگی میکنیم که در کنارش یه مرد بزرگ دیگه مثل دکتر کامیز محمودی بوده که من واقعا از نظر چهره بین المللی واقعا ایشون افتخار میکنم از نظر کار تلویزیون من ندیدم دانشمندی ایشون تو دانشکده ما هم درس میداد دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی که من دانشجو بودم رادیو تلویزیون میخوندم آقای دکتر درس میداد و من میبینم این واقعا آگاهی بین المللی داره سواد این کارو داره حالا آقای دکتر قشنگ برای من که شاید من شما رو 20 سال 25 سال ندیدم باهاتونم صحبت کردم از اون سفر من به بی بی سی لندن 46 ساله میگذره ولی شما گفتید که آره تو زود برگشتی ماشاءالله به این حافظه آقای دکتر ماشاءالله خوش میگم خیلی چیزی که برای ما مونده همین حافظه آخه زنده باشه نشالله وقتی گفتی زود برگشتی گفتم وای آقای دکتر به خدا درود به شما درود به فهم و شعور شما و مملکت ما من ببینید هیچ تعصبی نه هیچ قراری نیست هیچ چیزی نیست هیچ منافعی هم ندارم گفتم که اصلا واقعا احتیاج به هیچی الان نیست که من بخوام بگم شغل میخوام حقوق میخوام پول میخوام ولی که ما مملکت ما یه آدم های بزرگ مثل قطبی مثل دکتر محمودی رو دست داد مفت آخه نداشتیم الان شما بگید چی اومد جای قطبی اومد دکتر محمودی رو بگیر به من اصلا بگید روز اول آدم آقای دکتر شما دیگه بهتر از من خوب شد واقعا نموندید یه واقعیتیه برای که آخه هیچ آدمی یه ذره عقل داشته باشه میاد محمودی جعفریان اعدام کنه مردی به اون آگاهی مردی که سیاست خاورمیانه رو کف دستش میشناخت من آقای دکتر سه ماه زفار بودم به دستور آقای جعفریان رفته بودم دیگه از جشن هنر من دو روز
شبونه منو خواستن، منو با پاشا سمیه رو فرستادن زفار، دوتا تریلی برده بودیم اونجا قبلا که اون تریلی ها رادیو دریا بودن که بعد ساختمون شد استودیو شد، اونا رو برده بودیم. ما یاد میدادیم به 10-20 از این نظامی ها بودن طرز ادیت کردن و برنامه رو. با آقای پاشا سمیه دو روز بیشتر نبود، من 3 ماه اونجا بودم. خب شما نگاه بکنید ببینید که آقای جعفریان تمام این خبرها رو هدایت میکردن، حوادث اونجا نمیدونید. من برای نخستین بار آقای دکتر محمودی با اصلا نمیدونید رفتم خدمت آقای جعفریان، روانشون شاد باشه، تازه برنامه چشمانداز را انداخته بودیم، یه بحثی رو به من گفت شروع کنیم راجع به حزب بس، و من برای اولین بار اونجا اسم میشل افلق رو شنیدم، فهمیدم که این بنیانگذار حزب بس عراق این آدم فرانسوی میشل افلق بوده. یعنی جعفریان انقدر آگاهی داشت در مورد مسائل سیاسی و واقعیت. بعد آدم میاد همچین شخصیتی رو که بعدن تو اون گرفتاری که عراق حمله کرد، این آقایون حالا هزار تا دروغ رو هم کردن، گفتن که شخصیت ها زنده بودن، واقعا میتونستن طرحهای عالی بدن، کمک کنن حتی به نقشه این جنگ، به نظامیان ما. ولی اینا ایرانی نیستن عزیزم. نه اینا نیستن آقای دکتر، واقعیت من که برام مسلمه که نیستم. من روز اول در همون رادیویی که در لس آنجلس بود خدا شاهده گفتم اینا اشغالگرم، مملکت ما رو اشغال کردن. آقای دکتر باور میکنید همون آدمایی که امروز هم گفتم راجع به آقای قطبی این چیزا رو مینویسن، هر روز حسادت شدن گفتم به رئیس رادیو آقا مردم انقلاب کردن، این چی میگه اینا اشغالگرن؟ گفتم آقا مردم انقلاب نکردن، مردم فریب بزرگ خوردن، استعمار هم پشت سر آقای خمینی بوده آوردنش. دیگه این دیگه رو دروسی نداره، باید این واقعیت ها رو امروز دیگه بگیم. نسل جوان امروز خیلی آگاه‌تر از نسل ما. طبیعیه. شکی فقط واقعا مدیون خودمو میدونم، بدون اغراق هیچ شرایطی نیستم که بخوام حالا بگم میخوام نمیدونم اصلا بیایم مثلا آقا در دکتر محمودی که دیگه معاون سازمان رادیو تلویزیون هم بخوام خوشگویی کنم چی میگم بهش که مثلا تعریف و تمجید کنه، واقعیت ها رو داریم میگه اصلا. یا قطبی که اصلا خب 45 ساله بعد این مسائل گذشتم تموم شده، ولی که یه چیزی رو میتونم بگم اینجا با تمام وجودم میگم و پاشم واسدم، قطبی یکی از بهترین مدیرای شاه بود. دقیقاً. اگه من اگه بپرسید ازم میگم بهترین مدیر شاه بود. حالا بلی. از شاه طلبا و نظام سلطنت شاهنشاهی و نظام سلطنت طلبا میخوان بریزن سر من بگن آقا تو اشتباه میکنی، میگم خیلی خوب. مثل قطبی هم بازم بوده ولی من ندیدم. من مثل دکتر محمودی چون دانشجو بودم درس داده تو دانشکده به من. بلی. دیدم چقدر آدم با سوادی. اومدم تو تلویزیون کار کردم، دیدم چقدر نظر بین المللی شناخته است. اومدم از نزدیک با دکتر محمودی، کامبیز محمودی آشنا شدم، دیدم چقدر انسانه. چقدر مثلا بچه ای من باور کنید 21 سال 22 سالم بوده، باورتون نمیشه من اصلا کسی رو نمیشناختم. توی شب من رفتم با این آقای فرازمند تو باشگاه تلویزیون چون سرفه میکردم، گفت بیا بریم من یه ویسکی بهت بدم با چیه؟ با عسل و فلان یا کنیاک، گلو خوب میشه. ما رو بردن آقا دکتر محمودی، من اونجا گفتش که این دیشب چی بود آقا دکتر محمودی؟ مصابه دو شخص سواری من گذاشت. این چی بود دو شخص سواری اعلام میکرد؟ گفت این آقا بگو خیلی عالی بود، خیلی ورزش بود. همونجا به جون شما فردا آقای دکتر محمودی، من اصلا نمیشناخت، نه پارتی داشتم بچه حسن آباد، من بچه سنگلج داشتم پارتی. من تو دفتر صدا زد گفت بیا برو آمریکا تو درس بخون، تو به جون بچه هم. و من البته خب دیدم موقعیت رو تلویزیون داره خوب میشه، معاون تلویزیون از من تعریف میکنه، گفتم نرم بورس آقای دکتر محمودی، دو آقا بیا برو. من هیچ پارتی هم نداشتم، دیدم چقدر اینا منصفن. بعد آقای ستاردلدار انسان باید، آقای دکتر من اعتقاد شخصیمه، آدم باید حقشناس باشه. آره ما کسیم، اینه که آدم نترس، آره ممکنه به ما هم حمله کنن ولی واقعیت قضیه اینه که این مهم نیست. این مهم نیست عزیزم. بله. ما در اینجا برای خروش بزرگ داشت قطبی بله زنده حیاتش آمده ایم،
هیچوقت در شوک کسی ما مثل این آخوندها عزاداری نمی کنیم. بله بله درست. و گفتم تا زمانی که مردم ایران مثل شما و اصناف شما کسانی بچه های شما زنده باشن و در این تاریخ خواهند بود، خدماتی که افرادی کردن مثل قطبی و افراد دیگری هم کردن هیچ فراموش شدنی نیست. بین به آینده ایران برای همین همیشه در این سالهای آخری که قطبی دیگه منتم به واشنگتون میدیدیم هم دیگه زیاد صحبت بسیار ایشون امیدوار بود با آینده ایران، میگو از این که بگذاریم از این مشکلی که پیش آمده ما یکی از رهایی پیدا میکنیم از این خرافات و از این گرفتاری ها و در منطقه بزرگترین قدرت فکری مهمتر اینه که لازمش قدرت نظامی باشید، قدرت فرهنگی و فکری مردم این منطقه خواهیم بود و من میدونم که این کار خواهد شد، مطمئن باشید که چنین خواهد شد. سپاسگزارم دکتر محمودی. جناب آقای دکتر کامبیز محمودی معاون سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران، یه دفعه دیگه اینو تکرار میکنم، ننویسید تو این دنیای مجازی ستاره دلدار اومد از دکتر محمودی مد آقای قطبی تعریف کرد چون فرستادنش بورس، اصلا چنیشی نه من بورسی رفتم نه جایی رفتم، اون بورس هم که گفتم بی بی سی لندن به من داد. آقای دکتر محمودی گفتم یه بار دانشگاه شیکاگو، من نرفتم، نگید اومد. این من اون چیزی که دیدم منصفانه گفتم که قطبی کی بود، آدمای دور و برش هم آدمای بزرگی بودن. دقیقاً فرمایشی دارید؟ آقای دکتر فرمایشید هست که در آخر برنامه بزرگداشت مهندس رضا قطبی مدیر عامل سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران بیان بفرمایید و خداحافظی کنیم. من فقط میخوام از شما تشکر کنم که موجب این گفتاری که همه دوستان دیگر هم آمدن شرکت کردن شدن در بزرگداشت قطبی، هرچی بگیم کم گفتید، به شما واقعا مطلب ادا کردی و حق سخن رو انجام دادی، به من بینوایت از شما متشکرم. قربونتون برم. شما شجره که از این فرستنده بین‌المللی توانستیم راجع به شخص مهمی در تاریخ ایران صحبت کنیم که در آینده حتما قدرش بیشتر از امروز خواهند دونست. ممنونم جناب دکتر محمودی معاون سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران، جناب آقای توفیقی از نابغه های رادیوی ایران و مهندس شجری که آقای دکتر محمودی صحبت گسترش شجره شبکه کردن، آقای مهندس شجره از بانیانش یعنی از عوامل اجرایش بودن و بنده هم کوچیک شما در خبر تلویزیون ملی ایران. درود به روان مرد بزرگی که ایران دوست داشت و ایران دوست بود با تمام وجودش، نه کمونیست بود نه توده‌ای بود نه خائن بود، وطنش رو داشت، مهندس رضا قطبی عشقش ایران بود. آقای دکتر بی‌نهایت خوشحال شدیم با امید دیدارتون. آقای دکتر عزیز تشکر میکنم، انشاءالله منم این آرزو هستم که همه شما از نزدیک ببینم و روتون رو به دستتون رو ببوشم. قربون شما میبوسم. از همه تماشاگران عزیزم خدافظی میکنیم. تشکرم از امیر شهرتی و اسی حکیمزاده کارگردان فنی گپ خودمانی با ستار دلدار و یک سپاس دارم، سپاس بیکران و یک درود دارم، درود بی پایان بر ایزد یکتا که به ما جان داد تا فدای ایران کنیم. شب روز خوش. پاینده ایران. مرسی آقای توفیق. خواهش میکنم. Prestige, honor, excellence. These are the attributes of the ideal attorney who is sought out by their peers and clients alike. The National Association of Distinguished Counsel has selected the top 1% of practicing professionals in the legal industry through the most extensive and rigorous research process available. Candidates are nominated by their peers and identified by a team of trained researchers. Nominees' qualifications are scrutinized by a thorough review process. They are vetted by a panel of attorneys with podium status from independently neutral organizations. Finalists are selected by a judicial review board as exhibiting virtue in the practice of law. The result is an elite class of advocates. This attorney has earned designation as the top 1%.
به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59 هفت روز هفته 24 ساعته. پنیر پیکنیک تهیه شده در اتریش از شیر کاملا طبیعی یکی از پرطرفدارترین محصولات کراجان می باشد. در هر سن و سالی که هستید، صبحانه، نهار و یا شام خود را با پنیر سالم و مقوی پیکنیک تکمیل تر کنید. پنیر پیکنیک را می توانید از تمام سوپرمارکت ها خریداری کنید. پنیر پیکنیک، بهترین بهترین ها. برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های ریل ویز در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید، می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته ریل ویز برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. ریل ویز، پل ارتباطی شبکه ما با شما. هر هفته تعداد زیادی فیلم و سریال به آرشیو ریل ویز اضافه می شود. برای آگاهی از آخرین فیلم ها و سریال های آپدیت شده، می توانید به بخش تازه ها و یا ریسنتلی عدد جیل ویز مراجعه کنید. بخش تازه ها و یا ریسنتلی عدد را می توانید در زیر صفحه اصلی جیل ویز و همچنین قسمت چپ اکران سریال ها پیدا کنید. اکنون جیل ویز بزرگترین پلتفرم آگهی برای فارسی زبانان جهان است. وقتی شما به جیل ویز آگهی می دهید، همه ی بینندگان جیل ویز با هر سن و سلیقه‌ای و دقیقاً در محل مورد نظر شما آگهی شما را می‌بینند. در جیل ویز آگهی شما در کانال‌های زندگی تلویزیونی، آغاز، پایان و میانه فیلم‌ها و سریال‌های پربیننده، حین تماشای مسابقات فوتبال و حتی هنگام تماشای برنامه‌های آشپزی پخش می‌شود. آگهی خود را به جیل ویز بسپارید و شاهد رشد بیزنس خود باشید. شماره تماس 201-647-429-3999. پرونده مهاجرت خود به کانادا را به ریسک نگذارید. تیموتی مورسون و کلادیوس موستاگاس، دیپلمات و کارگزاران سابق بخش ویزا و مهاجرت دولت کانادا با بیش از 30 سال تجربه دولتی در امور ویزا و مهاجرت به کانادا، فرصتی بی‌نظیر برای شما فراهم آورده‌اند. Hi, I'm Timothy Morrison and I'm a former Canadian visa officer. And I am Claudius Moustakas, I'm a former Canadian visa officer. ما می‌دانیم که اداره مهاجرت کانادا چگونه فکر می‌کند و به چه چیزهایی نگاه می‌کند. برای مشاوره همین امروز با ما تماس بگیرید. 201-416-849-1092. از انواع تبلیغات همیشه تبلیغات تلویزیونی پربازده ترین و البته گرون ترین بوده. هنوز هم پربازده ترین هست، اما با راهکاری که ما بهتون میدیم دیگه گرون ترین نیست.